سلام بچه ها، من الهه هستم. اینو کشیدم، میخوام نشونتون بدم که چقدر راحت میتونید شما من بکشین و راحته و کمتر از این ساعت وقت شما رو میگیره. خیلی راحت هم میتونید متحرکش بکنین و تبدیلش بکنین به یه چیز هیجان انگیز. اگر مشتاقین لطفا کانال من رو سابسکرایب کنین، شیر و لایک هم فراموش نکنین. نقاشی هست که من کشیدم، من از دو تا براش استفاده کردم که خودم درستشون کردم. این بالا یه لینک براتون میذارم که چطوره میتونین شما هم بریم براش دلخواه خودتون رو بسازین خیلی راحت. ولی اگر دوست دارین از براش من استفاده کنین، من لینکش رو توی سابسکریپشن گذاشتم و میتونید به دانلودش کنید به صورت رایگان. و اما چی کار میکنیم؟ خب خیلی راحته، شما نیاز دارین که برین توی قسمت گالریتون و یه دونه اسکرین سایز، یه دونه کانواس اسکرین سایز انتخاب بکنیم. کانواس اسکرین سایز رو که انتخاب کردیم، میریم یه دونه قلم بر میداریم. من از تکنیکال پن میخوام استفاده کنم، رنگایی که من دارم ازشون استفاده میکنم. اگر میخواین این همین رنگا باشه، خیلی راحت میتونین الان یه دونه اسکرین شات بگیرین و بعد از کالر پیکش رنگاشو قشنگ در بیاریم و بفهمین که چه رنگایی هست. خیلی ساده میشه، حالا طی مسیر هم بهتون میگم که چطوری. خب من میرم یه رنگ تیره رو برمیدارم، بعد یه شکل اینجوری میکشم، یه حالت تپه باشه، رنگ رو میندازم توش. حالا اینجا میرم اینجا آلفا لاکش میکنم، میریم سافت براش ایر براش رو انتخاب میکنیم. بچه ما هر رنگی که انتخاب میکنید نیاز داریم که 3 رنگ روشنتر یا تیره تر از اون داشته باشیم. من ترجیح میدم با روشنتر رو برم. این یه رنگم بود، اینم یه رنگ دیگه است، یه رنگ تیره ترم میخوام بذارم این گوش. خب بعد اسماج رو برمیدارم، بزرگترین سایزش رو انتخاب میکنم و میکشم روش که اینا با هم دیگه میکس بشن و به صورت خام نباشن. بعد میرم همینجوری که حالت آلفا لایک هست، میرم توی قسمت براش لایبرری، بعد میرم قسمت متریال. از توی متریال نویز براش رو انتخاب میکنم، رنگ سفید رو هم انتخاب میکنم و این قسمت رو میزنم. ببینیم بچه ها، ما چون الان آلفا لاک رو زدیم دیگه از خط بیرون نمیزنیم و اتفاق بعدی نمیفته که هی بخوایم نگران اون قسمت باشیم. اینم از این. حالا میریم یه بک‌گراندمون رو اول عوض میکنیم. بک‌گراندمون رو یه رنگ سعی کنین تیره بذارین، مثلا این رنگ خوبه، تیره تر از اینو هم میتونید بذارید. حالا من میرم توی یه لایه دیگه قسمت لومیننس و لایت پن رو انتخاب میکنم، با رنگ سفیدم میکشم این قسمت. فرق نمیکنه که خطتون صاف باشه کج باشه. بعد اینو میبریم زیر این تپه و بعد میریم توی اجاستمنت ها گاشن بلر و میکشیمش به سمت راست تا برسیم به اون قسمتی که میخوایم. ببینیم بچه ها، هر وقت گس کردین که راضی هستین، همونجا دستتون رو نگه میداریم. من فکر میکنم اینجا خوب روی 33% من ایستادم. الان میخوام از براش خودم استفاده بکنم. حالا براشی که میخوام استفاده بکنم میخوام توی یه لایه دیگه باشه، بعد این لایه باید ما بین این دوتا باشه. رنگ مشکیمو یا رنگ سرمه‌ایمو برمیدارم و بعد میرم درختمو انتخاب میکنم. سایز درختمو میتونم با این حالت ارو عوض بکنم.
بذارمش اینجا و یه دونه هم با رنگ مشکی میخوام انجام بدم توی یه لایه دیگه. دوباره اونم ما بین این دوتاست. اینم یکی دیگه. اینم میذاریمش اینجا. خب. چند تا دیگه هم این ور میخوایم. تقریبا حول و حوش 3 تا دونه میخوایم. سعی کنین با سایزهای متفاوت یا با رنگای متفاوت بذارین که کارتون طبیعی بشه. خب بچه ها ببینید، من الان جمعاً از 5 تا دونه درخت استفاده کردم. من میخوام برم قسمت بالای تپه و یه لایه دیگه ایجاد کنم و الان سعی میکنم از رنگ تقریبا بنفش آبی استفاده کنم. توی قسمت لومیننس این براش انتخاب میکنم که حالت ستاره داره و میکشم. خب حالا میتونین اینجوری نگهش دارین یا اینکه میتونین حالت ارور رو بزنین و به این صورت بزرگش کنید، چون که اگر خیلی زیاد بکشین یه حالت بدی پیدا میکنه و حالتش غیر طبیعی میشه. خب من به این صورت درآوردم. حالا شما اگر از رنگش راضی نیستین میتونین دستتون رو کمتر فشار بدین یا اینکه میتونین یه رنگ دیگه ای انتخاب کنید. من روی ستاره های لایه دیگه ایجاد کردم و با رنگ تقریبا خاکستری کم رنگ و برش تکنیکال پن دایره میکشم. بعد دستم رو نگه میدارم که حالت دایره ایش بمونه و بعد هم میتونم جا به جاش کنم. خب من رنگ خاکستریم رو انداختم توش. الان دوباره میریم یه لایه دیگه روش ایجاد کنیم و این بار روش کلیک میکنیم و حالت کلیپینگ ماسک رو فعال میکنیم. یه خاکستری تیره تر هم بر میدارم و بعد میرم دوباره توی قسمت متریال و یکی از اینایی که حالت تکسچر داره و تکسچرهای زبر داره رو انتخاب میکنم و بعد میکشم روی لایه جدید. مثلا مثل این. و بعد یه رنگ دیگه که یه کوچولو به زرد بخوره، ولی زرد خیلی کم رنگ. حالا من ترجیح میدم که برای اون رنگ زردم یه تکسچر دیگه انتخاب کنم و این وسط بکشم. خب یه لایه دیگه دوباره انتخاب میکنم بالاش، روش کلیک میکنم و کلیپینگ ماسک رو دوباره میزنم. میرم خاکستری یه کوچولو پررنگتر، براش لایبرریمو میزنم، توی قسمت متریال نویز براش رو انتخاب میکنم. سایزش رو روی 40 نگه داشتم و این حالا و دور ماهمو میخوام سایه بزنم. خب حالا میرم توی لایه اولی ماهم. ببینین نه لایه‌ای که کلیپینگ ماسک رو روش فعال کردیم، لایه اولی ماهم رو میکشم به سمت چپ و دوپلیکیتش رو میزنم. ماهی که زیر انتخاب میکنم و میرم توی قسمت اجاسمنت، گاشن بلر رو میزنم و میکشمش به سمت راست. یه حالت نور و براقیتی دور ماه ایجاد کرد. حالا میمونه آخرین قسمت از نقاشی که من خودم رفتم یه دونه براش درست کردم. شما میتونید برید توی پینترست سرچ بکنید به نام هر چیزی که دوست دارین مینویسید، بعد مینویسید وکتر آرت. بعد که آوردین میتونید تبدیلش کنید به براشی که دوست دارین. من رنگم رو انتخاب کردم، سرمه‌ای رو میخوام انتخاب کنم و
اینم از شیرم، شیرمو میزنم، ارو رو انتخاب میکنم و حالت فیلیپ هاریزنتال رو فعال میکنم، بزرگش میکنم و میذارمش روی تپه. حالا اگه میخواین طبیعی تر باشه میتونین لایه‌شو بردارین ببرین بذارین زیر تپه. اگر نمیخواین طبیعی باشه با همین جوری راحت ترین روی تپه نگهش میداریم. روی لایه انتخاب میکنیم، آلفا لاک رو میزنیم، رنگ یک کوچولو حالت بنفش داشته باشه رو انتخاب میکنیم، میریم توی قسمت متریال، نویز براش رو دوباره انتخاب میکنیم و میزنیم به قسمتی که فکر میکنیم نور میخوره به این شیر. میدونم هیچ شیری نمیره نصف شب کنار ماه زوزه بکشه. رنگ مشکی رو هم برداشتم و زدم به وسط شیر که وسطش تیره تره ولی اطراف چون نور میخوره یه کوچولو روشن تره. خب این نقاشی تموم شد. حالا چطوری بریم متحرکش کنیم؟ خب من میخوام از حالت انیمیشن اسیست استفاده بکنم. برای همین باید بریم هر چی نقاشی کشیدیم تو تمام لایه ها همه اینا رو بکنیم توی یه دونه گروه. من همه لایه ها رو میکشم به سمت راست، همه شون میبینین داره آبی میشه، بعد اینجا میزنم گروه، بعد یه لایه روش انتخاب میکنم و یه رنگی هم انتخاب میکنم، ترجیح میدم مثلا خاکستری و سفید و آبی کمرنگ و اینا باشه. بعد میرم توی لومیننس و اینجا حالت حباب حبابا رو میبینید، اینا رو انتخاب میکنم. حالا اینجوری میکشم روی صفحه، هی لایه های متفاوتی رو میزنم روشون به صورت نامنظم میزنم. وسطش اگه دوست داشتین میتونین رنگتون رو عوض بکنید و با یه رنگ دیگه بزنید. ببینید من تک تک کارهایی که دارم میکنم دارم روی یه دونه لایه انجام میرم. هرچی میخواین که کارتون طبیعی تر جلوه کنه اون حالت انیمیشنش، باید سعی کنید تعداد لایه هایی که قرار متحرک باشه بیشتر باشه. اگر میخواییم ببینین انیمیشن اسیست چجوری کار میکنه یه لینکم این بالا براتون میذارم که اونا هم برید یه نگاه بندازید، مطمئنن به دردتون میخوره. چیزای دیگه که میتونین اینجا متحرک کنین ستاره ها هستن، یا میتونین نور ماه رو کم و زیاد بکنید و حالت درخشان و برق برق داشته باشه، یا اینکه مثلا اگه شیرمون چشم داشت میتونستیم مثلا چشمش رو براق کنیم. بچه ها من انقدر کشیدم که کل صفحم اینجوری شد. حالا خیلی مهم نیست که کل صفحتون بشه، ولی منظورم اینه که لایه های خیلی زیادی کشیدم. ببینید از شماره 15 تا شماره 52 من فقط سعی کردم حباب بکشم. حالا میرم توی قسمت رنج و توی کانواس انیمیشن اسیست رو آن میکنم و بعد میرم میرسم به اون قسمت اولیه که اینجاست. روش یه کلیک میکنم، بک‌گراندش رو آن میکنم، سیتینگ رو میزنم، نوشته فریم پر سکند، یعنی چند تا فریم دوست داری، چند تا تصویر دوست داری توی هر ثانیه عوض بشه. مثلا توی یک ثانیه دوست داری 15 تا تصویر پشت سر هم دیگه ببینی، یعنی تندتر بشه، یا اینکه دوست داری مثلا 5 تا فریم ببینی که خب کندتره. اینو من فکر میکنم بعدا دوباره باید تغییرش بدیم، ولی فکر میکنم روی مثلا 5 تا فریم برای این تعدادی که من درست کردم کافی باشه. این دوتا خیلی مهم نیست. در مورد لوپ و پینگ پونگ و وانشات هم تو همون لینکی که بهتون گفتم توضیح دادم، میتونید برید نگاه کنید. من لوپ رو انتخاب کردم، الان میزنم پلی، این چیزی شد که
من انجام دادم. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. یادتون نره که این برشایی که من درست کردم و میتونید به صورت رایگان از دیسکریپشن این ویدیو دانلود کنید. لایک و شیر و سابسکرایبم فراموش نکنین. مرسی که منو حمایت میکنین. خدا نگهدار.